با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، در ادامه گفتگوهایی که پیرامون بحران عراق و جوانب مختلف اون طی هفته‌های اخیر داشتیم، امروز میریم سراغ یکی دیگر از تحلیلگران سیاسی چپ، رفیق سالار حسامی. ایشون سردبیر نشریه کردی ریگای گل یا راه خلق هستند که نشریه شاخه کردستان سازمان اتحاد فدایان کمونیست است. ایشون اخیرا از منطقه برگشتن و ما ایشون رو از طریق اسکایپ پای خط داریم. خب رفیق سالار حسامی عزیز، من بهت خوش آمد میگم از اینکه با بینندگان تلویزیون برابری همراه هستی. نخستین پرسشم اینه که تو آخرین وضعیت اقلیم کردستان عراق و کلن بحران عراق رو چگونه ارزیابی میکنی و دیدگاه شما در این مورد چی است؟ با درود و سلام به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، در خصوص پاسخ پرسش سوال اول شما باید عرض کنم که ما اوضاع منطقه رو بدون ارزیابی و تحلیل نقش عوامل ایجاد کننده خارجی و داخلی اون نمیتونیم مورد بررسی قرار بدیم. اگه قبول داشته باشیم که جنگ ادامه سیاست اما در شکل دیگری، اون وقت مسئله رو اینطوری میتونیم ارزیابی کنیم که جنگ منطقی ناشی از ادامه سیاست‌های امپریالیستی به منظور حفظ و گسترش منافع اقتصادی و سیاسی در منطقه، که طبعاً امپریالیسم هم برای رسیدن به این منظور از ابزارهای خاص خودش همچون به کارگیری جریانات ارتجایی و جنگ افروز و دولت‌های ارتجایی منطقه نهایت استفاده رو می‌بره. عوامل ایجاد کننده و دخالت کننده در بحران منطقه‌ای شامل دول امپریالیستی، کشورهای ارتجایی منطقه و جریانات فوق ارتجایی مذهبی هستند که همه اینها نهایتاً در یک جبهه قرار می‌گیرند و علیه منافع توده‌ها جنگ ارتجایی رو ادامه می‌دهند. در این راستا و در جبهه مقابل هم توده‌ها نه اینکه دست روی دست گذاشته باشن و بدون مقاومت نظاره‌گر باشن، بلکه سنگرهای مقاومت خودشون رو مستحکم‌تر می‌کنن. توجه کنیم که در جریان جنگ و پیشبرد طرح‌های امپریالیستی در منطقه، گاهی اوقات هم تصادماتی ما بین نیروهای ارتجایی درگیر بحران رو میده که هیچ وقت منتفی کننده اشتراک منافع دراز مدت اونها نیست. محدوده و مرزهای دخالت و عملکرد هر نیروی از این نیروها در منطقه کاملا مشخص و سوی امپریالیسم آمریکا به دقت تحت نظر قرار داره. سکوت آمریکا در قبال پیشروی‌های دولت اسلامی یا داعش سابق در مناطق سوریه و مناطق مرکزی عراق و متوقف کردن اینها در پیشروی به سوی کردستان عراق، خود نوعی اعلام مرز و محدوده فعالیتی بود برای این جریان که پاشو از محدوده خودش فراتر نگذاره و همچنین هشداری هم بود به دولت‌های منطقه مثل ترکیه و ایران که خط قرمز آمریکا رو در نظر داشته باشن. به طور کلی میتونیم نتیجه بگیریم که سیر تحولات منطقه به سوی ایجاد و استقرار طرح‌های جدید امپریالیستی پیش میره که تنها نیروی مقاومت توده‌ای میتونه مانع از اجرای اونها بشه و ما مقاومت متشکل و سازمان یافته توده‌ای رو میتونیم همکنون در کردستان سوریه و نطفه‌های تشکیل اون رو در کردستان جنوبی یا کردستان عراق در مناطق شنگال و جلولا و خانقین و همچنین در مناطق کردستان ایران شاهد باشیم. مسعود بارزانی که رئیس اقلیم کردستان بود، تا زمانی که داعش داشت به طرف بغداد پیشروی میکرد و کاری به کردستان نداشت، مسئله رفراندوم رو مطرح کرد. این مسئله
با موافقت ها و مخالفت های در جامعه کرد و جمله در حتی خود نیروهای کرد عراقی مواجه شد. ولی از زمانی که داعش حمله کرده به طرف کردستان به نظر میرسه که خود حتی دولت اقلیم هم متوجه شده که این تر به اون راحتی که اینا تصور میکردن نیست. نظر شما چیه؟ ایجاد کردستان مستقل رویا از دیرباز تا به امروز بوده و برای تحقق این رویا مبارزه کردن و بهای اون رو هم با کشتار و قتل و عامهای دست جمعی از جانب حکومت‌های ارتجاعی و با کمک قدرت‌های امپریالیست پرداختن و هنوزم در این راه قربانی میدن. ما به عنوان یک نیروی انقلابی مارکسیست لنینیست به وجود مرزها اعتقادی نداریم و معتقدیم وجود مرزهای جغرافیایی به هیچ وجه نمیتونه جدایی بین طبقه کارگر ایجاد کنه. در واقع دوستی و اتحاد طبقه کارگر ملل مختلف در نبرد مشترکشون بر علیه سرمایه‌داری حاصل میشه، نه در نفی حقوق دموکراتیکشون. طبقه کارگر هم برای اینکه گریبان خودش رو از ملل ملیت ها رها کنه ناچار از مبارزه برای رفع ستم ملی به نفع آزادی خودش استفاده کنه و معتقدیم که حق تعیین سرنوشت حق مسلم تمامی خلقای تحت ستمه و برای تحقق این امر هم احتیاجی به رضایت و تداخل هیچ قدرتی نباید باشه و تنها به نیروی خودش متکی باشه. اما استقلال کردستان وقوع چنین امری از دو جهت قابل بررسیه. اول اینکه استقلال و اعلام کشور مستقل کردستان در بخش جنوبی یعنی کردستان عراق علارغم کاستی ها و ضعف‌های مدیریت سیاسی اقتصادی و وجود نابرابری های اجتماعی از جهتی میتونه نیروی محرکه‌ای برای حرکت بخش های دیگه کردستان باشه به منظور اعلام خواسته ها و مطالبات خودشون و گسترش مبارزه بر علیه حاکمیت ارتجاعی مرکز و در نهایت کسب حقوق ملی. از این جهت استقلال کردستان هرچند گامی به جلو ارزیابی میشه اما این به منزله پایان کار نبوده نیست و نخواهد بود. ستم ملی یکی از نمودهای ستم در جامعه طبقاتی هستش که کمونیستا باید برای الغای اون برنامه مشخص خودشون ارائه بدن و در جهت رفع اون بکوشن. با پایان مسئله ستم ملی مبارزه توده ها و مطالبات اونها رادیکال میشه و در سمت و سوی مبارزه طبقاتی برای رفع ستم طبقاتی جریان متدام پیدا میکنه. استقلال کردستان اگر اون رو از زاویه اینها و الغای ستم ملی نگاه کنیم به تداوم مبارزه توده ها برای رفع نمودهای دیگه جامعه طبقاتی و بخصوص ستم طبقاتی امری مثبت تلقی میشه، هرچند که همواره بایستی در مقابل دستیسه و طرحهای امپریالیستی و کارگزارانش در هیئت جریانات ارتجاعی و دول ارتجاعی حاکم در منطقه ایستاد و توده ها رو برای مقابل پاونهاتی داشت. اما این نکته هم نباید از یاد ببریم که استقلال کردستان، اعلام استقلال کردستان نه در راستای تشکیل یک منطقه صلح برای کمک به جنبش‌های مترقی و آزادی‌هایی در منطقه بلکه برای مقابله و خونسا کردن چنین حرکت‌هایی است. اما در رابطه با خود کردستان جنوبی یا کردستان عراق میتونه در سمت سو دادن به مبارزه توده‌ای این منطقه به سوی مبارزه طبقاتی قدمی رو به پیش ارزیابی بشه و بدون شک در فردای اعلام استقلال و با فروکش کردن تبوت ها و هیجان اعلام سرزمین مستقل توده های درگیر مبارزه برای کسب حقوق ملی خودشون نیستن و مبارزه طبقاتی روش پیدا میکنه. اگر استقلال رفراندوم بشه برای استقلال کردستان عراق شما از اون پشتیبانی میکنی داره؟ از استقلال کردستان عراق
خب توضیح دادم که حق مسلم تمامی خلقه تحت سیستم و برای تحقق این امرم احتیاج به رضایت و تداخل هیچ قدرتی نباید باشه و تنها به نیروی خودشون متکی باشن. خب عزیز به تردید نیست که کمونیستا تا کنون از حق تعیین سرنوشت خلقها حمایت کردن و هر گام اکثریت مردم یک منطقه تصمیم به جدایی بگیرن هیچ نیرویی، هیچ دولتی چه داخلی چه بین المللی حق نداره به بهانه تمامیت حفظ تمامیت ارضی اونا رو سرکوب بکنه و این حق دموکراتیک رو برسمه شد. اما پرسش اساسی اینه که در شرایط کنونی درست مثلا ما فرض در ایران مثلا ما از وحدت داوطلبانه کارگران زحمتکشان دفاع میکنیم، گزینه ما تجزیه مثلا ایران به کشورهای مختلف مثلا نیست، حتی مقدور ما تلاش میکنیم که ستم ملی در چارچوب ایرانی آزاد دموکراتیک و مبتنی بر وحدت کارگران زحمتکشان حل و فصل. ولی در کردستان عراق هم خب ما میدونیم مثلا در سایر بخش‌های کردستان هم میدونید هم پکاکه هم پژاک هم کردای سوریه اینا مدتی است که دیگه طرح دولت ملت رو کنار گذاشتن، از نوعی کانفدرالیسم دفاع بله. یا مثلا نیروهای کرد ایرانی صحبت از فدرالیسم در چارچوب ایران میکنن. یعنی الان شما به طور مشخص در شرایط کنونی من دارم میگم استقلال کردستان رو، عراق رو به نفع وحدت کارگران زحمتکشان و حل بحران عراق میدونید یا مثلا ممکنه سبب تعمیق اون بشه؟ خب توضیح دادم. خب این از دو جهت قابل بررسیه. اول اینکه خب این استقلال و اعلام کشور مستقل کردستان در کردستان عراق علا رغم کاستی ها و ضعف های مدیریت سیاسی و اقتصادی و نابرابری های اجتماعی که موجوده از جهتی میتونه نیروی محرکی برای حرکت بخش های دیگه کردستان باشه به منظور اعلام خواسته و مطالبات خودشون و گسترش مبارزه بر علیه حاکمیت ارتجاعی مرکز که در نهایت به کسب حقوق ملی می‌انجامه. از این جهت استقلال کردستان هر چند گامی به جلو ارزیابی میشه، اما این به منزله پایان کار نیست. ستم ملی تنها یکی از نمودهای ستم در جامعه طبقاتیه که کمونیست ها برای الغای اون برنامه خودشون رو ارائه میدن برای در جهت رفع اون. با پایان مسئله ستم ملی مبارزه توده و مطالبات اونا رادیکالتر میشه و در سمت سوی مبارزه طبقاتی برای رفع ستم طبقاتی جریان و تداوم پیدا میکنه. استقلال کردستان اگر اون رو از زاویه امحاق و الغای ستم ملی نگاه کنیم به تداوم مبارزه توده برای رفع نمودهای دیگه جامعه طبقاتی و به خصوص ستم طبقاتی امری مثبت تلقی میشه، هرچند که همواره بایستی در مقابل طرحهای امپریالیستی و کارگزارانش در جریانات ارتجاعی و دول ارتجاعی حاکم در منطقه ایستاد و توده‌ها رو برای مقابله با اونها بسیج و متشکل کرد. اما این نکته هم نباید از یاد ببریم که استقلال کردستان در حال حاضر نه در راستای تشکیل یک منطقه صلح برای کمک به جنبش های مترقی و آزادی خواهی در منطقه، بلکه برای مقابله و خونسا کردن چنین حرکت هایی است. در رابطه با خود کردستان عراق میتونه در سمت سو دادن به مبارزه توده‌ای این منطقه به سوی مبارزه طبقاتی قدمی رو به پیش ارزیابی بشه و در فردای اعلام استقلال و با فروکش کردن هیجان اعلام سرزمین و مستقل توده دیگه درگیر مبارزه برای کسب حقوق ملی خودشون نخواهند بود و مبارزه طبقاتی روش پیدا میکنه. کاکسالر عزیز پرسش اینه که خب چرا شما فکر میکنید رفع ستم ملی تا
تنها از طریق استقلال میتونه به دست بیاد. تجربه مثلا انقلاب اکتبر بعد از اتحاد و تشکیل اتحاد شوروی نشون داد که فقط مثلا بعد از انقلاب لهستان و فلان کشور مستقلی شدن، اما بخش اعظم ملیت‌های ساکن اون روسیه، امپراتوری روسیه، تصمیم گرفتن از طریق طرح‌های مثل جمهوری خودمختار، جمهوری فدرال در چارچوب اتحاد شوروی باقی بمونن و به ستم ملی پایان بدن، از حق آموزش به زبان مادری و از حق مثلا برخورداری از فرهنگ خودشون، آموزش پرورش مستقل خودشون، پارلمان و دولت مستقل خودشون، ولی در چارچوب کشور واحد اتحاد شوروی برمن بده. شما چرا فکر میکنید رفع استقلال ملی مثلا از طریق طرحهای مثل خودمختاری یا نه 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 اشتباه برداشت شرفی، ما فکر نمیکنیم که فقط از این طریق میشه ستم ملی رو رفع کرد، ولی اعتقاد داریم که مرزهای جغرافیایی به هیچ وجه نمیتونه جدایی بین طبقه کارگر ایجاد کنه و طبقه کارگر ملل مختلف در نبرد مشترکشون بر علیه سرمایه‌داری حاصل میشه، نه در نفی حقوق دموکراتیکشون. در واقع این این اتحاد طبقه کارگر ملل مختلف باید اتحادی آگاهانه و آزادانه باشه، نه با زور سرنیزه. اگه ملتی انتخاب میکنه، اگه خلقی انتخاب میکنه که حق تعیین سرنوشتش رو خارج از محدوده جغرافیایی که خودش تعیین میکنه زندگیشو به سر بره، خب این حق طبیعی خودشه و باید به اون احترام گذاشت. در این صورت ما گفتم که اتحاد طبقه کارگر مختلف در نبرد مشترکشون بر علیه سرمایه‌داری حاصل میشه، نه در نفی حقوقشون. آره خب درسته. حالا ما بریم سر نیروهای وضعیت نیروهای چپ و کمونیست در عراق و مشخصا کردستان عراق. خب ما میدونیم که این و بحران تمام عیاری که در عراق به وجود آمده، یه دلیلش اینه که اصلا خب نیروی سوم، نیروی متکی بر کارگران زحمتکشان، سکولار، آزادی خواه، برابری طلب، سوسیالیست، نقش کمرنگ و بیرمقی داره. این باعث شده که یا امپریالیست ها یا ارتجاع منطقه یا دولت شیعی یا به اصطلاح جنگ های فرقه‌ای، مذهبی، قومی اونجا بالا بگیره و نیروی متکی بر به اصطلاح اراده کارگران به زحمت کشان و یک افق دراز مدت سکولار، آزادی خواه، برابری طلب اونجا انگاری یا وجود خارجی نداره یا نقش کم رمقی داره. شما با توجه به شناختی که از عراق و کردستان عراق دارید، وضعیت نیروهای چپ اونجا به چه گونه است؟ بله، نیروهایی که خودشون چپ و کمونیست مینامن عملا نقشی رو ایفا نمی کنن. این موضوع برمیگرده به میزان توانایی ها و امکانات اونها یا موقعیت خاصی که در اون قرار گرفتن. تنها نقش اونها به موضع‌گیری های ضعیف و محکوم کردن و تا حدی هم بازتاب اخبار خلاصه شده تا ایفای یک نقش قدرتمند و سازماندهگر در این شرایط. این نیروها عمدتاً میشه به دو بخش تقسیمشون کرد، یا این که بدون موضع و منفعلند و یا اینکه موضع‌گیری دارن و بازم منفعلن، که در هر دو صورت نمیتونن و توانایی ندارن که خودشون از وضعیت دامنگیرشون رها کنن. در واقع نیروهایی که خودشون چپ و کمونیست میدونن در اونجا میتونه بگه وجود ندارن. البته این به معنای این نیست که در اون مناطق مقاومت های صورت نمیگیره، این مقاومت ها به صورت خودجو صورت میگیره، اما نیروی چپ و کمونیستی که بتونه این مبارزات رو کانالیزه کنه و سازماندهی کنه عملا وجود نداره. حالا با این وضعیتی که گفتی، آینده بحران عراق رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ یعنی در نهایت فکر میکنید محتمل ترین سناریوهایی که ممکنه رخ بده در عراق چی است؟ به نظر میرسه که تداوم بحران و این شکاف های عمیق قومی مذهبی در این کشور حداقل تا مدت مدیدی ادامه خواهد داشت. ارزیابی شما چیه؟ از یه طرفی
استقلال کردستان و تجزیه عراق رو و کلن بحران عراق رو بایستی در چارچوب طرح خاورمیانه امپریالیسم آمریکا ارزیابی کنیم. حمله دولت اسلامی به عراق و اشغال یک سوم از خاک این کشور در راستای اجرای همین طرح ارزیابی میشه. از طرف دیگه هم استقلال کردستان عراق امری حتمی، چرا که در نزد امپریالیسم آمریکا ضرورت‌های اون به خوبی درک شده و با ایجاد همه پرسی کاخ سفید هم در این رابطه و از حد نصاب گذشتن رأی به استقلال کردستان در سایت کاخ سفید در حال حاضر در رأس سیاست‌های آینده آمریکا قرار گرفته. خب نقش رژیم ایران درست؟ بله. عراق کشور همسایه ایران هست، هم کردستان عراق و هم خود عراق مرزهای طولانی داره درست؟ و ایران یکی رژیم جمهوری اسلامی ایران یکی از به اصطلاح المنت های هست که به طور فعال در سرنوشت عراق بازی کرده و میکنه و از طرف دیگه بخشی از اپوزیسیون ایران به ویژه اپوزیسیون کرد ایران در کردستان عراق حضور دارن، مقر دارن و حتی در جنگ با داعش به کمک نیروی پیشمرگه کردستان عراق اومدن. شما نقش هم رژیم ایران و هم اپوزیسیون ایران رو چگونه ارزیابی کنید؟ دولت‌های ارتجاعی منطقه مثل ایران و ترکیه به عنوان عمده‌ترین دولت‌های ارتجاعی درگیر بحران و همچنین دیگر کشورهای ارتجاعی عرب هم کاملا مشخصه که هر کدوم از این کشورهای ارتجاعی به دنبال منافع خاص خودشونه که به طور عمده خلاصه میشه در کسب و ایفای نقش ژاندارمری منطقه و حفظ و سیادت از منافع اقتصادی و حیاتی سرمایه‌داری جهانی و منافع امپریالیستی. به طور مشخص و واضح بگم که هر کدوم از این حکومت‌های مرتجع در قبال کسب منافع ناچیز اقتصادی در کسب بیشترین مزایای سیاسی در منطقه هستند که چیزی جز خدمت و وفاداری بیشتر به سرمایه جهانی و امپریالیسم نیستش. نیروهای اپوزیسیون مستقر در منطقه نقشی که اونا ایفا میکنن، من امیدوارم که پاسخ به این سوال دوستا و رفقا ما رو آزرد خاطر نکنه. بدون شک این دوستان و رفقا انتقاد پذیرن، ولی خب زندگی خارج کشورنشینی یه مقدار ما رو حساس زودرنج کرده. وضعیت اپوزیسیون ایرانی رو به دو دسته تقسیم میشه کرد. اول اونایی که سالها در وضعیت اردوگان شینی زندگی رو سپری کردن و به امید روزی که توده‌ها بلند بشن و اونها هم سوار بر موج‌های قیام به ایران برگردن و با خلقهای تحت ستم ایران سرود پیروزی رو سردن، و دسته دیگه هم اونایی هم که به خوبی خودشون رو سازمان دادن و با تشکیل واحدهای مسلح خودشون رو برای مقابله با حوادث پیش رو آماده کردن و سازمان دادن. دسته اول بعد از سالها زندگی اردوگانشینی و در اوائل درگیری داعش با کردستان عراق برای عرض اندام و اینکه خودی نشون بدن و دسته هایی از نیروهای خودشون رو به جبهه ها اعزام کردن، اما با درخواست مستقیم فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران رژیم منفور جمهوری اسلامی از مقامات حکومت اقلیم کردستان مبنی بر عقب نشینی نیروها به اردوگاهشون برگشتن و این جریانات نیروهاشون رو بدون هیچ اعتراضی به اردوگاهشون برگردوندن که این یعنی تسلیمی بی‌قید و شرط در برابر حوادث. دسته دوم نیروهای گریلای حزب آزاد کردستان پژاک که نیروهاشو علی‌رغم ممانعت از حرکتشون به طرف جلال آقا نوین به این مناطق اعزام کردن و داخل نیست، خودشونو برای مقابله با
تهدیدات داعش آماده کردند. متاسفانه در چند سال گذشته انفعال و بیعملی و اردوگانشینی جریانات اپوزیسیون کرد ایرانی این فرصت رو به نیروهای ارتجاعی مذهبی و سلفیگری در مناطق کردستان ایران داد تا بتونن با استفاده از توهمات و خرافات پرستی اقشار توده های ناآگاه و وعده بهشت موعود و خیالی به محرومان دنیای واقعی اونها رو به خود جذب کنن. اما خب در مقابل هم مقاومت نیروهای گریلا در کردستان ایران امید تازه‌ای به توده های تحت ستم کل برای مقابله با حاکمیت ارتجاعی و جریانات موافق و ارتجاعی سلفی داده. روزهای اخیر، هفته‌های اخیر، نیروهای کرد با کمک هوایی آمریکا و حتی همکاری با ارتش عراق و نیروهای کرد کشورهای همسایه تونستن پیشروی‌هایی انجام بدن در مقابل داعش. در این مورد هم اگه میشه توضیح بدید. خب مسلما شکست های داعش نشان پایان کار داعش نیست. پدیده داعش پدیده تازه و جدیدی نبوده که با شکست جریانی به اسم داعش نیست به پایان برسه. برای اجرای طرح‌های امپریالیستی در منطقه، پیدایش و قدرتیابی و سپس افول جریاناتی مثل داعش لازم بوده و هست و در آینده هم بدون شک خواهد بود. مگر در طول بیش از 3 دهه اخیر جریانات و قدرت‌هایی که در منطقه فعالیت داشتند و گاهن نیز تونستن قدرت امور کشورهای نظیر افغانستان و ایران کنونی رو در دست گرفته باشن جز پدیده داعش و دولت و خلافت اسلامی ارزیابی میشه. بدون شک و مسلماً شکستایی که در و پیشروی های نیروهای کردی و ارتش عراق به منزله پایان کار داعش در منطقه نیست. خب رفیق سالار حسامی عزیز، از اینکه در این گفتگو شرکت کردی تشکر میکنم. منم از شما تشکر میکنم رفیق آرش که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید که دقایقی رو در خدمت شما و بینندگان تلویزیون برابری باشیم.